برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد همراه ما هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای افضل رضا، تحلیل شما در رابطه با نتایج انتخابات هند چیست و آیا با توجه به پیروزی شکننده حزب بھارتیا جناتا امکان ایجاد گشایش‌هایی برای مسلمانان هند وجود داره؟ ببینید، متاسفانه علی‌رغم برخی از نشانه‌های مبنی بر شکست یک حزب افراطی و مسلمان ستیز در هند، نمیتونیم این چشم‌انداز داشته باشیم که آیا میشه گشایشی برای حل مسائل مسلمانان کشمیر و جمله اقلیت مسلمین در کشور هند رو بتونیم پیش بینی کنیم، چرا که احزابی که قراره با حزب افراطی مودی دست به ائتلاف و بالاخره هماهنگی بزنن برای دولت، اونا هم کمتر از خود حزب بھارتیا جنتا در سرکوب مسلمان ها در ایالات مختلف هند ندارن. یکی از اصلی ترین مواضع مشابه میان حزب مودی و دیگر احزاب که قرار دولت آینده هند رو به اصطلاح تشکیل بده، این سر همین مسلمان ستیزی و اسلام حراسی هستش. بویژه یک نقطه نظر اونا هم همین است که کشمیر اشغالی باید همچنان تحت اشغال نیروهای هند قرار بگیره و مسلمان ها نباید حق جنب و جوش داشته باشن. پس نتیجه میگیریم علی رغم اینکه حزب مودی نتوانست مواضع دو انتخابات قبلی خودش حفظ بکنه، ولی در خصوص چالش های پیش روی مسلمانان متاسفانه باید بگیم که این چالش همچنان میتونه پاشنه آشیل پیشرفت و دفاع از حقوق مسلمانان در کشور افراطی مانند هند تصور بشه. سپاسگزارم از شما افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.